مهربان یاران گرامی، به آگاهی شما رسوندم بارها در برنامه های مختلف که چگونه انگلستان و تازیان به رهبری کشورهای عربی خلیج پارس جدا از قادسیه هایی که طی 14 قرن آفریدن، از هنگامی که پادشاه ایران یک ایران مقتدر و بزرگ رو داشت به سوی تمدنی بزرگ هدایت میکرد، ضدیت کردن با ایران و طرح سقوط و کشته شدن پادشاه رو ریختن. مستند اخیر آریامهر که منتشر شده است، بخشیش از همین مسئله سخن میگه و اینکه نیکسون خواهان قدرت دادن بیشتر به پادشاه ایران بود که در منطقه قدرتمند باشه و انگلستان و سعودی مخالف این نظریه بودند. و همچنان که من بارها گفتم، سرمایه گذاری کردم با ساختن حسین ارشاد، علی شریعتی، مهدیه کافی در شمال و جنوب شهر و نظام شاهنشاهی رو سرنگون کردند و پادشاه رو هم کشتند. چون پادشاه رو میبینید چند ماه بعد از اینکه از کشور خارج میشه سرحال هست در مکزیک و غیره، ولی به ناگهان ضربه های بزرگ جسمی بهش میده و از جهان میره با اشتباهات پزشکی. من 20 سال پیش با آقای دانیل ژلن که نقش پادشاه رو بازی کرده بود، اون پیش مشهور فرانسوی نیز، مصاحبه کردم و اون تأکید و تایید داشت که شاه رو کشتن، یکی از پزشکاش نقشی داشته در این رابطه. سند بسیار مهمی است، ببینید. بعد از چند روز اقامت کم‌حاشیه در شهر کوچک کوئرنواکا، ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دوست قدیمی شاه، برای دیدن او به مکزیک میاد. نیکسون در بدو ورودش به خبرنگارها اعلام می‌کنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. با این حال، اولین ملاقات رسمی اونها در مقام رهبران ایران و آمریکا 7 سال قبل و در تهران انجام گرفت. خرداد ماه سال 1351، نیکسون که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو شروع کرده بود، به ایران سفر کرد تا برای پیشبرد سیاست خارجی جدیدش، مشهور به دکترین نیکسون، از شاه ایران کمک بخواد. این درخواست کمک نیکسون همون چیزی بود که شاه سالها منتظر شنیدنش از رؤسای جمهوری آمریکا بود. بر اساس دکترین نیکسون، ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم را ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشن و در مقابل منافع مشترکشون با ایالات متحده رو تأمین کنن. شاه هم که تلاش میکرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش میدید. اون زمان بریتانیا که بعد از سالها تسلط بر خلیج فارس تصمیم گرفته بود منطقه رو برای همیشه ترک کنه، از خلأ قدرت بعد از خروجش به شدت نگران بود. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس می دونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر
فرزند یک نظامی بی سواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی‌ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت‌ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. جمعیت ایران، لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم. یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیکی به خودمون نیز کمک بکنیم. خب اگر پول بود ما رول بین‌المللیمونو بازی میکنیم، اگر نبود اکتفا میکنیم به حدود و ثغور خودمون. ولی خب ایرانی که امروز تقریبا 35 میلیون جمعیت داره، 5 سال دیگه 40 میلیون جمعیت داره خواهد داشت لااقل. 40 میلیون با اون درآمد سرانه، با اون تولید سرانه، این در دنیا یک مملکتی است دارای وظایف.